بعضی وقتا ممکنه روی گیاهتون یه سری تودای سفید رنگ و پنبه‌ای مانند پیدا کنید، اما اصلا ندونین اینا چیان، چجوری به وجود اومدن، راه مبارزه باهاشون چیه. هیچ کدوم از این اطلاعات رو ندارین. توی این ویدیو میخوام با این آفت موزی آشناتون کنم و راه مبارزه باهاشم بهتون بگم. سلام، من پریسا هستم، به یه ویدیو دیگه از کانال گل رویا خیلی خوش اومدید. شپشک آردالود از اون آفتهای رایجه که خیلی از گیاها درگیر میکنه. این آفت توی مکانهای گرم و مرطوب خیلی به وجود میاد و توی خونه و گلخونه محل به وجود اومدن این آفت هست. یه سری توده های سفید رنگه که حالت پنبهی داره، روی برگا، روی ساقه ها، محل اتصال ساقه و روی همه این قسمت ها میشینه و خیلی هم آروم آروم این کار انجام میده. این حشره کلن 3 میلیمتره و روی بدنش حالت کرک مانند و سفید رنگ داره، برای همین خیلی خیلی راحت میتونید تشخیصش بدین اگر گیاهتون رو همیشه چک کنید. چون من همه گیاهامو همیشه چک میکنم، خیلی زود متوجه این آفت شدم که قسمت پایین این فیلودندرون رو درگیر کرده بود. با دستم این شکلی برش داشتم که شما بافت این آفت رو ببینین. حالا این آفت چجوری به گیاه آسیب میزنه؟ این آفت از شیره گیاه تغذیه میکنه، مثل بقیه آفت دوست داره هی زیاد بشه و همین زیاد شدنه باعث میشه که گیاه کم کم ضعیف بشه، بیحال بشه. ممکنه یهو برگای گیاه زرد بشه، بریزه، ندونیم چرا. پس اگر دیدین یهوی داره گیاهتون یه همچین واکنشی نشون میده، حتما از نظر وجود آفت چک کنیم، چون ممکنه گیاه دچار شپشک آردالود شده باشه. این آفت یه سری مواد دفعی از خودش جا میذاره که روی برگا یهو میبینین حالت چسبناک به وجود اومده براش. در واقع بهش اصلک میگن که مواد دفعی شپشکای آردالود یا شپشکای سپر داره. کلا هر آفتی که باشه یه همچین مواد مومی رو روی برگ گیاه جا میذاره. پس هر موقع دیدین برگ گیاهتون یه کمی چسبناک شده، بدونین که قطعا یه آفتی به گیاهتون حمله کرده. حالا خود آفت که به گیاه آسیب میزنه هیچی، همون اصلک هم به مرور باعث میشه که گیاه دچار بیماری قارچی یا کپک بشه و در واقع آسیب شپشک رو چند برابر بیشتر میکنه. حالا این آفت به چه گیاهایی حمله میکنه؟ باید بهتون بگم که این آفت به تمام گیاه ها ممکنه حمله کنه، اما یه سری از گیاه هستن که اصلا مستعد گرفتن این آفت هم، مثل حسن یوسف، که یعنی حسن یوسف اسمش میاد، شپشک آردالود هم ناخودآگاه تو ذهن من میاد، که این دوتا همیشه به هم مربوطن، چون حسن یوسف بعد از یه مدت احتمالاً دچار شپشک آردالود میشه و از بین میره. یه سری از گیاهای دیگه هم دچار این آفت میشن، مثل کراسولا خرفه‌ای، مثل آگلونما، مثل کروتون، که میاد روی ساقه ها یا روی برگا این آفت میشینه. یه جایی که شما نبینینش، مثلا روی ساقه ها، ممکنه همیشه چکش نکنین و به مرور زیاد میشه، خیلی زود گیاهو از پا میندازه. شپشک آردالود از اون گیاهایی که ساقه خوبی دارن و میتونن از اون تغذیه کنن بهش حمله میکنن و گیاهایی با سطح نیتروژن بالا رو خیلی دوست دارن. برای همین اگر یادتون باشه گفته بودم کود 320 زیاد برای گیاه استفاده نکنین، چون نیتروژن داخل گیاه میره بالا و به گیاه آسیب میزنه. یکی از آسیبایی که نیتروژن بالا برای گیاه داره اینه که گیاه خیلی زود دچار آفت و بیماری میشه. من قبلا داخل یه ویدیو جداگانه هم کودا رو معرفی کردم، هم بهتون یه برنامه کودهی دادم که طبق همون برین جلو، و اگر طبق اون برنامه کودهی که بهتون دادم برین جلو، هیچ مشکلی برای گیاهتون پیش نمیاد. اما اگر بخواییم بیش از حد برای گیاهتون کودهی انجام بدیم، به هوای اینکه رشدش زیادتر بشه بدتر باعث آسیب به گیاه میشین، پس کودهی بیش از حد ممنوع. حالا که کامل با این آفت آشنا شدین، اگر این آفت رو دیدین باید چی کار کنین و راه پیشگیریش چیه؟ قبل از هر چیز باید اینو بدونین که اگر گیاهاتون رو دوست دارین، باید هفته یک بار، 10 روز یه بار روی برگا، زیر برگا، روی ساقه ها کامل گیاه رو چک کنین که گیاه دچار آفت و بیماری نشده باشه. اگر بتونین تو مراحل اولیه هم آفت و هم بیماری رو شناسایی کنین، خیلی خیلی زود میتونین از پسش بر بیاین و گیاهتون هیچ آسیبی نمیبینه. پس این مورد که بهتون میگم، چک کردن حالا هفته یک بار، خیلی کمک کننده است.
حالا اگر تو این چک کردن هفتگی دیدین که ای وای یکی از گیاهاتون دچار شبشک آرداله شده، حالا اون موقع باید چی کار کنید؟ اون موقع کاری که باید انجام بدین اینه که اون گیاهی که دچار آفت شده رو از بقیه گیاها کاملا جدا کنین، چون اگر نزدیک بقیه گیاها باشه خیلی زود گیاهای دیگه هم درگیر میکنه، چون خیلی زود سرایت میکنه. حالا گیاهو قرنطینه کردین، بعد از اون باید چی کار کنین؟ اگر صابون کشاورزی داشته باشین میتونین با آب مخلوط کنین، به صورت فیزیکی روی اون شپشک آردادتو بکشین و همون یه دونه رو بردارین و تموم. اما اگر صابون محلول پاشی نداشتین میتونین با یه گوشپاکن الکل بازم اون شپشک رو از روی برگ گیاه بردارین، یا اگر الکل هم نداشتین میتونین یه کمی یه قطره مای ظرفشویی رو با آب مخلوط کنین، بازم روی برگ گیاه بکشین و اون آفت رو از روی گیاه پاک کنین. اینجوری به صورت فیزیکی از روی گیاه برداشتین، یه مدتی میتونه بمونه، ممکنه همون یه دونه شپشک باشه و وقتی که برداشتین دیگه گیاه دچار شپشک نشه. بعد از چند هفته وقتی که دیدین دیگه گیاه درگیر شپشک نشد میتونین بیارین کنار بقیه گلاتون. اما بعضی وقتا هست که دیگه شپشک خیلی زیاد به گیاه حمله کرده، اون موقع باید چی کار کرد؟ بازم تو این شرایط باید شپشک ها رو به صورت فیزیکی از روی برگ گیاه یا ساقه گیاه جدا کنین، و بعد از اینکه جدا کردین و دیدین که دیگه هیچ آفتی نیست، بعد از اون باید سم استفاده کنین. از سم کنفیدور میتونین استفاده کنین، هر 3 روز یک بار تا 3 بار میتونین کار رو انجام بدین، یعنی یه دوره 9 روزه. یه مدل دیگه هم هست که دیگه خیلی خیلی زیاد از حد شپشک به گیاه حمله کرده و اصلا ساقه گیاه در واقع سفید شده. توی این شرایط که دیگه خیلی بیش از حد شپشک به گیاه حمله کرده باید هرس انجام بدین، یعنی قسمت آلوده رو تا جایی که میتونین از گیاه جدا کنین، چون کنترل اون همه شپشک واقعا کار آسونی نیست. بعد از اینکه هرس رو انجام دادین و تا حدودی شپشک ها از روی گیاه پاک شدن، اون موقع میتونین با سم بزنید، سم کنفیدور 3 بار به فاصله 3 روز. اینم از مبارزه با شپشک آردالود. اگر گیاهتون رو هفته یک بار یا در روز یک بار چک کنین هیچ وقت به این مراحل نمیرسه که بخواین هرس براش انجام بدین. من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاه ها، بیماریشون، تکثیرشون پست میذارم. اگر به اینجور ویدیوها علاقه دارین خوشحال میشم که من رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو روشن کنین که هر موقع من ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشین که این ویدیوها رو میبینین. و برای اینکه به من انرژی بدین این ویدیو رو لایک کنین و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.